لديكم المعلم لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليه من أجل كل معلم لك. الله أعلم أن الذي ختم شيء صلى الله عليه حضرته İmam-ı Rabbani Samarık Hoca Vakti Bila Samarık Hazret Şevli Eşe'yi Naksman Samarık Hazret Samarık Ajan Samarık Zmur Mulklar Tıfı Zargun 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 Resulü Fuyuzat ve Rekatan ve Resulam Ustan Sivki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum alhim minna rüştana ve aizna min şururi anfusina ve rizukna fahman nebiyyine ve hifzal malayketi vel mukarrabin. Rabbi israh li sadri ve yessir li amri ve hlul ugdete min lisani yefkahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلامات قيامتك مخبر الصادق عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات أزان خبر داست وحقست واحتمال تخلف ندارت كما علامات مخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبارك النبي عليه الصلاة والسلام مبارك صلى الله عليه وسلم خبرك كردي واحتمال مخالفات نلري مثل طلوع آفتاب أز جانب مغرب برخلاف عادته المر بده مغرب ده خواص را وخیج پر خلاف عادت بانی او ظهور حضرت مهدی علیه رضوان امام مهدی سب مبارک و ظاهری جی او نزول خلق مهدی سب بولی مهدی اندی اصلی نم خیانو مهدی دی او نزول حضرت روح الله على نبینا علیه صلاة و سلام حضرت سال سب مبارک برا نازل سی و خروج دجال و ظهور یاجوج و معجوج و خروج دابت الارض دا طولشان ظاهری ری او دخانی که از آسمان پیدا شود تمام مردم را فرو گیرد و عذاب درناک کند مردم او عذاب درناک کند او دا شدود بود آسمان را پیدا شد چه طول خلق بوینسی او عذاب درناک کند او عذاب در درناک بی مردم از استراب گوین ای پروردگار ما این عذاب را از ما دور کن که ما ایمان می آریم او خلق بو وای ایز مر خدای دا عزاد مر خمر لرکچ مر ایمان رولو نو دا با شاید اغا دخان نی پا قرآن کرن که چیزی کسو دی چی یوم تاکی سماع بی دخانی مبین دا با حقا دخان نی دا پا حاجی سماع رکان که زکر سو دی چی داشت دخان برازی نو یا با اغا دخان بی اغا با من علامات سر قیمت نو اغا علامات بی اکی رسای دا اما دا دخان چی دی دا دا قیمت سر نزگی با که داشت داشت یو دخان پی داشت و آخر علامات آتش است که از عدن خیزد آخر ده علامو بدا بیچه ده عدن ده شار سخه و یه اور راپورت سی و جمعه از نادانی گمان کنن شخصی را که دعوای مهدویت نموده بود ده خو علامه ده قیمت بی ده بیان کن ده علامه پا اجمالی توگه تقریبا یقینی دی یعنی دست پی خلاصه توگه تفصیلات دوغو چی دی؟ اگو که چه کم احادیث و مبارکان را غلی دی؟ پا اگو که خام خایصه چه خبری با پا باز احادیث و مبارکانو کی؟ در راوی پا لحاظ بانی در سنت پا لحاظ با چه خبری؟ تفصیلات چه کم زایی که ورکوسی؟ خب پا اجمالی توگه بانی دقا علامه اگا علاماتی کبار دا قیمتی اغلوی علامه دا قیمتی دا تقریبا پیشدون کی دی؟ تفصیلات نوست سلطه داشتی دیر نمال میشه زکر داغ احادیث داشتی یو چه اندازه دادی پا تفصیلاتو که خبرستا و جمعه از نادانی گمان کنن شخصی را او یو جمعه دخپل نادانی پواجبانی دا گمان که پر اغسالی بانی که دعوای مهدویت نموده بود چه دا مهدویت دعوای کلیو چیز مهدیم از اهلی هند مهدی موعود بوده چه دا اغا مهدی موعود بود چه دا اگه مهدی و چه وعده مع وعده سریده دلت اشکالی کل دی یعنی سید محمد جنپوری سید محمد جنپوری چه پا علت پا هند که چرسویدی
په دکن کې وای تیر شوی دی، وای په 1840 سنه کې تیر شوی دی، 1840 سنه کې په دغه پیدایش شوی دی، او په 1910 کې وفات شوی دی. دا حسین محمدی جمهوری باندې خلک دا ګمان کوي چې دا مهدی دی او هغه اصلي مهدی چې وعده یې شوی ده. دا هم په حدیث مبارکانو کې راغلي چې د آخرت سره نږدې ډېر کسان به داسې پیدا شي چې د مهدویت دعوا به وکړي په درواغو سره، داسې کسان به پیدا شي، اما اصلي مهدی چې دی د هغه علامې جلا دي. نو وایي دغه سړی چې دعوا د مهدویت یې کړې وه، از اهل هند به هم مهدی موعود و، داسې خلک دا هم ګمان کوي چې د هغه مهدی دی چې وعده یې شوی ده. پس به زعم اینا مهدی گذشته است و فوت شده و نشان می دهند که قبرش در فره است. نو د دې خیال دادی، د دې زعم دادی چې د مهدی زمانه تیر شوې ده او هغه پوت شوی دی، او دوی داسې هم ښیي چې د هغه قبر چې دی په پراه کې دی، پراه دته علاقه ده. او در احادیث صحاح کې به حج شهرت بلکې به حج تواتر معنا رسیدان تکذیب این طایفه است. خو په احادیث مبارکانو کې تکذیب د دې خلکو بیان شوی دی، ځکه هغه هم داسې احادیث مبارکان دي چې شهرت یا د تواتر حد ته نږدې شوي دي چې آن سرور علیه و علی آله الصلاة والسلام مهدی را علامات فرموده است. امام مهدی صاحب مرتبر خو ډېر خاص علامات شته، د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړي دي. در احادیث کې در حق آن شخص کې معتقد ایشان است آن علامات مفقودن، خو هغه علامې چې په احادیث مبارکان کې د مهدی صاحب په باره کې راغلي هغه په هغه سړي کې مفقود دي، هغه هغه کې موجود نه وي. در حدیث نبوی احمد صلی الله علیه و آله و سلم که مهدی موعود بیرون آید و بر سر وی پاره ابر بود که در آن ابر فرشته باشد که ندا کند که این شخص مهدی است، او را متابعت کنید. داس حدیث نور که اغلی چه مهدی صاحب چه یه نود مهدی صاحب سر بانی باید توتا او ریزم وی او پا اغا توتا او ریز که با بیا یو ملک وی ملک و ناره وی او وای با چه دا سلی مهدی دی او تاش دا متابعت وی. و فرموده علیه و علیه صلی اللہ و سلام او دم بارک دستم فرمیدی که تمام زمین را مالک شدن چار کس، دو کس از مؤمنان و دو کس از کافران. چه در طول مزکی مالکان دو کس سلور کس تویدید، چه دو مسلمانان و دو کافران. از کافران ذوالقرنین، از دو کس از کافران، ذوالقرنین و سلیمان از مؤمنان، و نمرود و بخت نصر از کافران. اغا دو کافران و در طول دنیا مالکان، اغا دو به مسلمانان و در طول دنیا مالکان سلیم. و مالک خواهد شد آن زمین را شخص پنجم از اهل بیت، از اهل بیت من، یعنی مهدی علیه السلام. خب پنجم بداسی سوک پیداسی چه اغواز ماد اهل بیت سی او در طومزه که مالک بسی چه هم مهدی سوی. نو سید محمدی جمهوری خود در طومزه که مالک ندی سوی، طول ممکنه خود را ندی لنگی کلی، نو در علامان پاقی که نمام. و پرمود علیه و علیه صلات و سلام دنیا زود دنیا نرود تا انکه باست کند خدای تعالی مردی را از اهل بیت من که نام او موافق نام من بود و نام پدر او موافق نام پدر من باشد. داش دنیا با ترها ساعت پر تیری نسی چی داشت یو چوک پیداسی چاقا با امام میدی سابی زمان دا اهل بیت و سبابی و نم بیز ما پر نما بانی برابر بی محمد، او دفلار نم بیز ما دفلار پر نامه برابر بی محمد بن عبدالله بن نبی. پس پر سازد زمین را با داد و عدل، چنانچه پر شده بود با جور و ظلم، نو طول مزکه با داد و پا عدل سره مشهور اسی، طول مزکه تا با داد و عدل برسیش ادکه بسید داد و عدل سره، لکه سنگه چه پا جور و پا ظلم سره ادکه سره. او در حدیث آمد است که اصحاب کهف اعوان حضرت مهدی خواهند بود. دام حدیث مرکه دید چه اصحاب کهف داد دا اعوان و حضرت عیسی علی نبینا علیه صلی اللہ علیه وسلم در زمانی وی نزو خواهد کرد و او موافقت خواهد کرد با حضرت عیسی علی نبینا علیه صلی اللہ علیه وسلم در قتال دجال. امام مجید صاحب عیسی علیه صلی اللہ علیه وسلم گری
د دجال په جنگ کې او دی وسم او عیسی علیه السلام هم د په زمانه کې راته کیږي. و در زمان ظهور سلطنت او در چهارده همی شهر رمضان کسوب شمس خواهد شد او د ده ده سلطنت په زمانه کې د میاشت پر څوارلسم باندې د روژه په میاشت کې پر څوارلسم ورځ باندې به د کسوب د لمر وي، یعنی لمر به تندر ونیسي. و در اولی آن ما خسوب قمر او په اول کې دغه میاشت به خسوب د قمر پیر سوی وي، سپوږمۍ به توره شوې په اول کې. د میاشت په اول کې میاشت خو سپوږمۍ نه تورېږي، دا قانون څخه خلاف کار دی، خو په دا د میجي صفه علاماز کې به اوسي دا کار. برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب منجمان، چې نه به د منجمانو داسې حساب ورته کړي او نه به نور حساب والا په دې باندې پوهېږي. به نظر انصاف باید دید که این علامات تران شخص میت بوده است یا نه. استاسو وګورئ چې په سید محمود جمهوري کې دغه شان وکنه دغه علامات. و علامات دیگر بسیار است که مخبیر صادق فرموده است علیه و علیه الصلاه و السلام، او نور هم ډیر علامات است چې د مبارک صلی الله علیه و سلم دغه بیان کړی دی. شیخ ابن حجر رساله نوشته است در علامات مهدی منتظر. ابن حجر مکی صاحب مستر رساله په جواره کې لیکلې ده که به 200 علامت میکشد، چه آقا 200 علامت زی جوری ده چیده میمان مجید سا 200 علامت تقریبا پا حاجی سمبرکان که برا غلی دیم. نهایت جهل است که با وجود وضوح امر مهدی موعود جمع در دلالت مانند، نو دا به څونه جهالت وي چې دا مهدي سا خبره دونه ښکاره ده او دوی په ګمراهۍ کې پاتې شي. هداهم الله سبحانه وتعالی صراط الله خود سم الله روشي. پیغمبر فرموده علیه و علیه الصلاة والسلام به درستی که بنی اسرائیل 71 فرقه شده بودن که همه ایشان در نارن، مگر یکی از ایشان و اونو وزود است که امه که من بر 73 فرقه متفرق شدن که همه ایشان در آتش باشن مگر یک فرقه ناجیه. بنی اسرائیل خو دو اویا ډلې سوي وه چې ټوله دوژخیان وه، مگر یوه ډله نجات پیدا کړي. زما امت به پر درو اویا ډلو باندې وویشل سي چې هغه به هم ټول په اور کې وي، یوه ډله فرقه ناجیه به پکښې کې وي چې هغه به ځینې محفوظه شي. دا چې په اور کې وي دا معنا چې یعنی اور ته به دوی داخلېږي، دا نه معنا چې ابدالآباد په اور کې پاتېږي. دغه درو اویا ډلې چې دي، دا درو اویا ډلې بیا هم د مسلمانانو ډلې دي. یعنې دا معنا چې موږ دا درو اویا ډلو باندې پر ډېرو باندې د کفر فیصله نشو کولی، چندانې به د کفر فیصله پر دا درو اویا ډلو باندې نه کېږي. اکثره دا مبتدعین بلل کېږي، یا مبتدعین د عقیدې، یا مبتدعین د عمل. مگر یک فرقه ناجیه. پرسیدن که هم فرقه ناجیه چی کسانن؟ چه فرقه ناجیه نو څوک دی؟ فرمود علیه و علیه الصلاة والسلام، آنانن که باشن بر مثل آنچه من بر آنم. آن خلق دی چیز ما پر طریقه بندی روان بیه. و اصحاب من بر آنن، چه از پر کمالا روانیم، از ما اصحاب پر کمالا روان دی، دا به دا ناجیه فرقه بیه. و آن یک فرقه ناجیه اهل سنت و جماعتن که ملتزم متابعت سرورن علیه الصلاة والسلام. دا فرقه نو د اهل سنت و جماعت فرقه ده چې التزام و متابعت پکښې کړي، و متابعتي اصحاب ان سرور عليه و عليه صلوات و تسليمات چې د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک متابعت کی، او د اصحاب د ان سرور عليه السلام متابعت کی. اللهم ثبتنا على معتقدات اهل السنه والجماعه وامتنا في زمرتهم واحشرنا معهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. زنك السر مريضا في دغزه بني بيفريرت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.